به سرنوشت خوش آمدید. برغم تعهد دولت وحدت ملی برای آوردن زودهنگام اصلاحات انتخاباتی، هنوز که 8 ماه از عمر این دولت میگذرد از اصلاحات انتخاباتی خبری نیست. قرار دستور قانون اساسی کشور اول سرطان امسال کار مجلس نمایندگان پایان می‌یابد. انتخابات مجلس جدید باید در فاصله 30 تا 60 روز پیش از این تاریخ برگزار می‌شد. و این رو ادامه کار مجلس نمایندگان اعتبار قانونی ندارد. با این همه دولت وحدت ملی دست روی دست نشسته است و از انتخابات و اصلاحات انتخاباتی خبری نیست. بررسی این موضوع با آقایان نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و مولوی محی‌الدین منصف عضو مجلس سنا و آقای ایوبزاده تا دقایق بعد به برنامه خواهند پیوست. آقای منصف، با شما آغاز میکنیم. خب با گذشت 8 ماه از عمر حکومت وحدت ملی، در صورتی که در توافق سیاسی حکومت وحدت ملی قید بلافاصله آمده برای آوردن اصلاحات انتخاباتی، بلافاصله دولت وحدت ملی پس از تشکیلش اقدام میکنه، اما خب 8 ماه گذشت، بیشتر از 8 ماه، برای چی اقدام نشده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از دعوتتان. قبل از همه عرض سلام ادب داریم حضور جناب شما، همکاران عزیزتان و همه بینندگان عزیز تلویزیون نور. احترام من به پاسخ سوال شما برز برسانیم. اول، موضوع اصلاحات انتخاباتی خو یک موضوعی است که ارتباط به قانون نمیگیره که از لحاظ قانونی ما سر ازی صحبت بکنیم. نه در قانون اساسی تذکر رفته است و نه در قانون انتخابات. خب توافق سیاسی آمده، توافق سیاسی که منشای دولت وحدت ملی است. ببینید، تفاهم نامه سیاسی موضوع علاحده است. موضوع بحث ما که از لحاظ قانونی اگر بالای صحبت بکنیم، این جنبه قانونی ندارد. میم از لحاظ تفاهم سیاسی، تفاهمی که در بین دو رهبر حکومت وحدت ملی صورت گرفته بود که بعد از تشکیل حکومت سریعتر باید اقدام در اصلاحات بکنن، اصلاحات کمیسیون‌های انتخاباتی و قوانین انتخابات. البته ما میبینیم که کابینه چقدر وقت گرفت و بنابر مشکلاتی که در میان رهبرهای وحدت ملی وجود دارد که اینها بالای یک موضوع نمیتوانند که زودتر به یک تفاهم برسند و مشکلی از او را حل کنند. چه مشکلاتی آقای منصف؟ تا اکنون هم کاندید وزیر وزارت دفاع ملی معرفی نشده است. البته مشکلات برمیگردد به اینکه این حکومت بر علاوه ای که دو رهبر بزرگوار در رأس ازی قرار دارد، با اینو از خود معاونین دارن. معاونین ازی از اونها از خود باز بخشای دیگری دارن. اینا باید مشوره های بسیار طویل داشته باشن. بعد از جمعوری مشوره ها باز به یک تفاهمی باید اینها برسن. این بسیار زمانگیر است و این حکومت ما اکنون که ما میبینیم بسیار با مشکلات مواجه است و مردم در عرصه های مختلف با مشکلات مواجه شدن. فقر و بیکاری و تنگ دستی و بالاخره در رأس همش که ناامنی روز به روز کشور ما را تهدید میکنند، عوامل همه از این کنکاری می حکومت میباشد. میام سر موضوع اصلاحات انتخاباتی. موضوع از این اگر اینها بخوان کمیسیون های انتخاباتی را باید اینها اصلاح بکنن، به اساس حکم قانون اینها کمیشنرا را به دو وجه میتونن یا تبدیل کنن یا تعدیل در قانون بیارن. البته او هم در قانون تشکیل و صلاحیت ها دومی که اما شخصی که من حیث کمیشنر انتخاب شده است به اساس دلایل موجه باید محکمه او را برطرف کنند. در غیر از او از لحاظ حکم قانون اینا برطرف نمی شوند، چرا قانون در وظایف از اونها برشون مشخص ساخته است که به یک میعاد معین باید اینها وظیفه انجام بدن. بنابرای مشکلاتی که فعلا حکومت وحدت ملی دارد، ما فکر نمی کنم که در این عرصه اینها گام جدی برداشته بتوانند و مجلس محترم ولسی جرگه هم کاری از او رو و اختتام است و امسال نتانستن به موقع معینش که چنانچه قانون اساسی حکم میکند در آن وقت معینی از او باید انتخابات برگزار میشد. این یک مشکل جدی دیگر از وقتی که اونا وقتشان به پایان میرسد از لحاظ قانون رو نمیتونند که در بالای مصوبات اونها کار بکنن. این که اصلاحات نامده ناشی از همون مشکلات شما میگین و مشوره های طویل است، مشکلات مشوره طویل و کنکاری که وجود داره. بله. آقای ایوب زاده، خب اول خوش اومدین. پرسشی که از آقای منصف داشتم، از شما میداشته باشم. خب در توافق سیاسی که اساس تشکیل دولت وحدت ملی است اومده که بلافاصله پس از تشکیل دولت وحدت ملی
به اصلاحات انتخاباتی اقدام میشه. خب حالا 8 ماه میگذره، برای چه اقدام نشده؟ آقای منصف میگه که خب مشکلات هست، مشاوره های طویل، کنکاری دولت وحدت ملی. سزا تشکر، سلام خدمت شما و دوست عزیز ما سنا و بینندگان عزیزی که ما را تماشا میکنن. در رابطه با اصلاحات و کارکردهای دیگی که باید صورت میگرفت، باید گفت که تفاهمی که صورت گرفت بسیار کوتاه در بخش های مختلف که جزئیاتش تهیه نشده بود و در کل اینا تفاهم کردن و وضعیت طوری بود که اینا روی کلیات تفاهم کنن، بعدا به مرور زمان یا به گذشت زمان اینا بتن روی جزئیاتش تفاهم کنن. بحث اصلاحات انتخاباتی در کنار از اینکه جزئیاتش روش تفاهم صورت نگرفته بود، بنا به گذشته هر دو تیم از کارکردهای نهادهای مدیریت کننده و از برداشت ها در انتخابات 2014 یا 93، یکی از عوامل همی بود که کار اصلاحات انتخاباتی را متاسفانه به چالش مواجه کرد. در کنار از این هنوز نتانستن تعبیر دقیق درست و اصلاحات انتخاباتی اینا طرح کنند، ترسیم کنند و روش توافق کنند که ما از اصلاحات چی میخواهیم؟ آیا چند کلمه کلیشه‌ای را ازش استفاده میکنیم یا ای که واقعا اصلاحات درست روش صحبت میکنیم، در یک چارچوب تعریف میکنیم و بعدا او اصلاحات عملا باید آورده شود؟ بس دوم یا عامل دیگه که 8 ماه گذشت یا بیشتر از او نتونسته کارش آغاز شد، بس سیاسی برخورد کردن تیم ها نسبت به کار تکنیکی انتخابات بوده. ما بسیار امیدوار بودیم که میکانیزم به نام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بتونه مسئولیت خود برای آوردن اصلاحات شاید باید داشته باشه، اما دیدیم که بیشتر سیاسی برخورد شد. افراد بالاخره باعث شد که کمیسیون کارش آغاز نشه و با چالش مواجه شد و امروز با یک بنبست مواجه شد. در نهایتش وقتی که ما ارزیابی میکنیم از اول نبود تعبیر دقیق و بالاخره اختلاف روی افراد و سیاسی برخورد کردن با مسائل تکنیکی انتخابات، همه این چیزها رو وقتی که میبینیم ارزیابی ما این است که هنوز یک اراده واحد در حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات شاید باید شکل نگرفته. همه تاکید روی یک تعداد کلمات کلیشه‌ای و داشتن و در کل اینا و هم تفاهم کرده بودن که اصلاحات بیاید ولی اراده واحد هنوز شکل نگرفته. حالا بس در کجاست؟ اگر اجازه باشه کوتاهی بهش اشاره کنم. بس این نیست، بس اصلاحات انتخاباتی حالا تنها مربوط به انتخابات نمیشه. این بس روابط ما را با جامعه جهانی در رابطه با کمک ها تصیف میکنه اگر ما اصلاحات نبریم. بحث انتقال قدرت سیاسی که مردم دخیل باشد و یک بحث منطق دیگه هست، بحث صلح بسیار کمک کننده میتونه باشه، حتی اقتصاد هم این اصلاحات و برگزاری انتخابات خوب میتونه در اصلاحات نقش خود اقتصاد نقش خود داشته باشه و در حکومتداری خوب که ما یک دهه است که بیلیون ها دلار به مصرف رسیده و تلاش میکنیم که حکومتداری خوب ما در افغانستان داشته باشه. آقای عبدالله، خوب این نگرانی واقعا جدی میشه وقتی که ما یک ماه مانده به اینکه کار قانونی مجلس نمایندگان ختم شود، نگرانی مردم زیاد میشه. خب اگر چیزایی که شما اشاره کردین تعلل نمی بود و اختلاف نمی بود، ممکن بود که ما اقدام اون قسمی که توافق شده بود زود انگام ما انتخابات می داشتیم سر موقعش. بحث انتخابات زمانی که تفاهم صورت گرفت او زمان می تونستن سرش کار کنن و بعد از اینکه حکومت وحدت ملی تشکیل شد باز هم میتونستن به این فکر کنن، اما قصدن تلاش صورت گرفت که انتخابات به تاخیر مواجه شد. یعنی امکانش بود که در موعد مقررش انتخابات امکانش بوده و اگر واقعا بحث انتخابات در اولویت قرار میگرفت جدی برخورد میشد در رابطه با انتخابات. ما مطمئن بودم که مخیر ساختارها در نهادهای مدیریت کننده دیپارتمنت های خیلی خوب مسلکی را ما داریم، یعنی همه چی هست، فقط نیاز به این بود که مدیرها بهتر مدیریت کنن، نیاز به این بود که یک سلسله تغییرات بیا قبل از رفتن به انتخابات پارلمانی. ولی از اول بعد از اینکه تفاهم شد قصد همی بود که انتخابات به وقت زمانش برگزار نشه، اصلاحات به عنوان آجندای سیاسی ازش استفاده شه و یک نوع وقت کشی صورت بگیره.
این مشکلات درونی تیمی در حکومت وحدت ملی و سلو بودن پروسه تصمیم گیری در حکومت وحدت ملی و اهدافی که خودشان دارن، یک بس ما نایده نگیریم که قانون روی جرگه قانون اساسی یک هدف بزرگ برای هر تیم سیاسی در افغانستان هست. به خاطر رفتن برای روی جرگه قانون اساسی نیاز به انتخابات پارلمانی است، نیاز به انتخابات شورای ولسوالی هست که ازش تکمیل شود و هر کی هر تیم سیاسی تلاش داره که اکثریت در وجود داشته باشه به خاطری که بتونه تغییرات که خودش میخواهد در قانون اساسی وارد کنه. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از این وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید. آقای منصف، چیزی که آقای ایوب زاده اشاره کردن، اگر تعلل نمی بود و اختلاف نمی بود ما انتخابات ممکن سر موقعش می داشتیم، یا حداقل تأخیر هم می داشتیم، تأخیری با یک مدت کم. خب از این اختلاف دنبال چی هستن؟ کسایی که اختلاف دارن رهبرای حکومت وحدت ملی چی می خواهن؟ خب سر اعضای کمیسیون، سر رئیس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی برای چی؟ ببینید که مدت 8 ماهی که گذشت روی یک موضوع قبلا هم ما اشاره کردیم، نمیتونن اینها به اسرع وقت به یک تفاهم برسن و موضوع اصلاحات کمیسیون انتخاباتی و قانون انتخابات هم برای از اینها در مجموع قوانین انتخابات چه از بخش تشکیلاتش باشه چه خود قانون انتخابات باشه، بالای از این هم بحثی از اینها خیلی مشکل است که اینها به تفاهم برسن، به یک نتیجه مثمر باید اینها برسن. روی همه مسائلی که اینها دارن یا در بخش های مختلف مشکل دارن، هم در اول خود در امو اعضای از امو کمیسیون اصلاحات که اینها تعیین میکنن بالای از او اختلاف دارن. شما دیدین که خانم بارکزی یک بار تعیین شد ولی بعدها بنابر عواملی که ایجاد شد، عوامل مختلف، آقای ایوب‌زاده میگن برخورد سیاسی میشه، برخورد سیاسی هم میشه، غیر از دیگر عوامل هم داره، اراده واحد وجود داره که اینها نمیتونن. خب دنبال چی هستن؟ خب اگر هدف کار و اصلاحات باشه، صادقانه برخورد شود، چنین چیزایی باید نباشه دیگه. و کسایی که اختلاف دارن خب دنبال چی هستن؟ چی میخوان تطبیق بکنن؟ فقط ما که در مجموع از این حکومت وحدت ملی برداشت ما ایست که این کارها چرا به سرعت انجام نمیشن، تنها در این بخشی که شما اشاره کردید، در هر بخش ما که فکر میکنم امو اختلافات درونی در میان از این بزرگوارا خیلی ها ریشه کرده است. اینها اگر بالا یک موضوع به یک تفاهم هم میرسن، بعدا از او منصرف میشن. به طور مثال میگم، یک کاندید وزیر محترم در وزارت عدلیه که جناب محترم استاد فهیم بود، او را معرفی کردن ولی بعدها از او منصرف شدن و یک بزرگوار دیگر را معرفی کردن. از این معلوم میشه اگر بالا یک موضوع هم اینها به یک تفاهم میرسن، دوباره از او منصرف میشن. اینها یک تصمیم واحد ندارن، یک اراده واحد ندارن. خب آقای مصطفی، مشکلات درونی از اینها خیلی ها بیشتره. اگر لطفاً شما واضح جواب بدین، برای چه اراده واحد وجود نداره، برای چه اختلاف وجود داره؟ خب اختلاف اگر هست، کسایی که اختلاف دارن با این اختلافشون دنبال چی هستن؟ اصل اختلاف از اینها ناشی از انتخابات اول گرفته است، چون یک جانب میگفت ما برنده هستیم و جانب دیگری میگفت ما برنده هستیم. بنابر مداخله ملل متحد و جامعه جهانی، یک حکومت وحدت ملی به میان آمد ولی از قلبن هیچ یک از دو رهبر راضی نیستن. اصل اختلاف از اینا از همان جا ریشه گرفته است و دور کردن از این خیلی ها مشکل است. ای از یک لحاظ ای دور میشد که هر دوی بزرگوار تصمیم واحد بگیرن، با امو تفاهماتی که اینها در اول کردن و تفاهمنامه سیاسی را امضا کردن، صادقانه در او که از گام بردارن در تطبیق از او. در این صورت میشه که از همه مشکلاتی که فعلا دچار این کشور است، بحث اصلاحات انتخاباتی رو در جا میگذاریم. اینها باید عجله میکردن که انتخابات ولسی جرگه برگزار میشد، اصلاحات انتخاباتی با بعد از اون میشد که سری از اون کار شود. خب سپاسگزار آقای ایوب زاده. خب واقعا بدون اصلاحات، چیزی که آقای منصف اشاره کردن، ممکن هست که بدون اصلاحات ما بریم دنبال انتخابات و انتخابات مجلس نمایندگان و پارلمان رو میداشتیم و هم که اصلاحات نی چنین چیزی بجام فکر میکنین درست است؟ یک نقطه را اشاره میکنم قبل از اینکه به این موضوع بپردازم. نگرانی ما این است که اگر قرار باشه این حکومت تصامیمش بر مبنای معاملات باشه،
نقطه نظر کیفیتی خیلی مسائل به مشکل مواجه میشه و این میست که وقت بیشتر میگیره، از نقطه نظر کیفیتی تصامیم کیفیت بسیار پایین میباشه، تمام مسائل. و این نگرانی ماست که اگر بس معامله مطرح باشه، بس عامش تفاهم برش میگیم یا توافق یا بسلای اصلیش مصلحت و خیر از مسائل دیگه، ولی اگر معامله اینجا مطرح باشه سر هر پست سر هر بخش تا یک معامله نشو کار صورت نگره، این یک تشویش بسیار بزرگ است و یک نگرانی بسیار بزرگ است که ممکن ما به مقصد اصلی خود نرسیم. بس این که چند مورد اینجا ما داریم، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی که حالا روشن است که مطابق قانون ممکن نیست که برگزار شود، اول سرطان که یک مو چیز بیشتر مونده کاملا، هم اینجا بس اصلی است که اصلاحات امروز به یک حاصل مبادل شده. ما بدون آوردن اصلاحات امکان نداره که بریم به طرف یک انتخابات سرتاسری آزاد عادلانه و شفاف. انتخابات 2014-93 مشکلاتی که داشت و ضعفایی که وجود داشت نیاز است و این نیاز پروسه است که ما اصلاحات بریم و بعد به انتخابات بریم. اگر زمان انتخاب شد بعد اصلاحات نبریم و انتخابات برگزار شد، چی تضمینی وجود داره؟ اولی که مردم اشتراک کنه، چون مردم به اعتماد شده ایره بخواهیم نخواهیم، یکی مردم اکی چگونه تعریف نکنه که با یک قوم مربوط تنها نمیشه، که با یک رهبر تنها مربوط نمیشه. مردم تمام ملتی که در افغانستان زندگی میکنه، بینن اعتماد سازی یکی از اهداف ماست که باید صورت بگیره قبل از رفتن به طرف انتخابات. مشکلات تکنیکی که وجود داره باید حل شوه قبل از رفتن به انتخابات. مسئله بودجه حل شوه قبل از رفتن به انتخابات. امنیت تامین شوه قبل از رفتن به انتخابات. و تغییرات دیگه که باید در چارچوب حقوقی بیه قبل از رفتن انتخابات. چرا؟ اگر این کارا صورت نگیره جامعه جهانی، کسی که از نقطه نظر مالی انتخابات ما را کمک میکنه که متاسفانه مدیریت مالی ما بسیار ضعیف بوده، نتونستیم کاهش بدیم مصرفی که ما در انتخابات میکنیم، امیدوارم به این دوره سرش کار صورت بگیره. پس با این کارا اگه صورت نگیره این اقدامات ابتدایی قبل از رفتن به انتخابات، فکر نکنم جامعه جهانی ما را بتونه حمایت کنه. و شما شنیدین چند روز پیش که اونا گفتن که تجدید نظر میکنن و ممکن کمک های خود دیگه ادامه ندن در بخش انتخابات. پس هیچ منطقی وجود نداره که بدون آوردن اصلاحات ما بتونیم به طرف یک انتخابات خوب، یک انتخابات زیبا، یک انتخابات سرتاسری. زمان مشخص شد و دلیل این که همه نهادهای دستن در کار بتونه برنامه ریزی خوب از امروز داشته باشه. انتخاباتی بهتر نمیتونه برگزار شه که هر نهاد منتظر روز باشه و بعدن اقدام کنه. هر روزی که انتخابات خلاص میشه یک انتخابات، قبل از رفتن به انتخابات دیگه روز بعدیش باید آمادگی ها برای این انتخابات آغاز شه. پس اصلاحات یک اصل است، زمان مشخص شوه، آمادگی ها گرفته شوه و در کنار زمانی که ما در اختیار داریم اصلاحات مورد شوه که ما شاید اگر انتخابات نسبتا شفاف در کشور باشه. خب آقای ایوب زاده، حالی که بر اصلاحات هم کاری نشده و انتخابات هم مطابق موعد مقررش و قانونیش برگزار نمیشه، اول سرطان کار مجلس نمایندگان ختم میشه، خب با این وجود در این صورت چی دپای داره ادامه وضعیت که مجلس اعتبار قانونی نداشته باشه و به کارش ادامه بده؟ خب متاسفانه اگر با این وضعیت سردرگمی و مبهم ادامه بدیم، پیامدهای منفی میتونه داشته باشه. چه پیامدهایی؟ اگر چی میشه، من زیاد خوشبین هستم، میتونم خوشبین باشیم. یکی از خوشبینم این است که اینی به زدبنهای حکومت میتونه رهبرای خیلی خوب شناسایی کنه در افغانستان. خب همین که ادامه کار مجلس میم. بله میایم به سر اینکه چی پیامدهایی داشته باشه. نقطه ضعف ها در حکومت بیشتر میشه، روز به روز مردم فاصله میگیره با حکومت، کار پارلمان مشروعیتش برای همگی وعده‌ست که دیگه مشروعیت نمی‌داشته باشه و تصامیمی که میکره و کارهایی که میکنن و باید رئیس جمهور در این مورد هرچی زودتر تصمیم اتخاذ کنه. جامعه جهانی روز به روز دلترد میشه، کمک خود نخواد کرد چی در بخش تکنیکی و چی در بخش مالی. نهادهای دستن در کار اونا هم دلترد میشن، کم علاقه میشن نسبت به این پروسه. بالاخره تلاش صورت میگیره که تفاهم معامله را بر یک فرهنگ مبادل کنند در افغانستان و انتخابات دیگر هم اگر برگزار کنند نتیجهش معامله و تفاهم و توافق باشه و کرسی ها به اساس سهمیه هر رهبر و غیره و غیره میارهای دیگه وجود داره تقسیم شه. دموکراسی 10 ساله ای که پول مصرف کردیم، قربانی دادیم
صدها شهید ما دادیم در ایران و با مخالفت های بسیار جدی مواجه شدیم. این دموکراسی را با مو زیبایی که ما سرش کار کردیم با یک چالش بسیار بزرگ و بالاخره در افغانستان ناکام خواهد ماند. خب این تقریبا کار انجام شده است، حالا که خب باید انتخابات می داشتیم و پیامداش هم شما اشاره کردین، چیزایی که گفتین، خب در این صورت با این مواجه هستیم دیگه عملا. خب راه حلش چی است؟ وقت چی شبه که از امی چیزا کم شود؟ وقت داریم ما، حالا بخوایم نخوایم خیلی وقتا در وضعیت بد بدتر ما قرار میگیریم. این یک فرهنگ شده متاسفانه در افغانستان، اما هنوز وقت در اختیار ماست که انتخابات به یک مدتی به تعویق بندازیم. این که خلاف قانون نقض میشه متاسفانه، اولی وقتی که در وضعیت بد بدتر قرار میگیریم باید بعدش انتخاب کنیم نه بدترش. زمان انتخابات مشخص شد، یک سال 6 ماه 7 ماه به اساس یک سلسله معیارهای منطقی که ما واقعا میتونیم آمادگی زیر داشته باشیم. یا خیر بس اصلاحات انتخاباتی روشن شد. ما یک چیز میخوایم روشن صحبت کنم که اگر کمیسیون هم نمیمونن کار کنن، که بسیار جنجالی شد و از او آمد و از او نامد و نقطه نظر صلاحیت و مشکل دارن، بازم تصمیم گیری به دست دو رهبر هست. هر دو رهبر محترم در انتخابات گذشته عملا دخیل بودن، نظارت کردن، کمپاین کردن، در تمام فعالیت ها اینا نقش داشتن، یعنی مشکلات رو تونستن بهتر خوب شناسایی کنن. خواست ما با این یک نهاد تکنیکی و از حکومت وحدت ملی است که بگذاریم از دیگر مسائلی که چی باید اصلاح شه و چی اصلاح نشه، سه مورد باید سرش کار کنیم قبل از رفتن به انتخابات پارلمانی. یک، اصلاح قانون و تشکیلات و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی بسیار مهم است، کمک میکنه بر مدیریت خوب، کمک میکنه بر اکاونتیبیلیتی خوب، کمک میکنه بر شفافیت پروسه. دو، سیستم رایدهی تغییر کنه. دموکراسی بدون احزاب سیاسی نمیتونه کار کنه. تا زمانی که احزاب سیاسی نقشش تضمین نشه در دموکراسی ها، او دموکراسی نمیتونه دموکراسی کارا باشه و تجربه‌ای که ما از کشورهای دیگه دنیا داریم. نقش سیستم رایدهی تغییر کنه، سیستم سنتیوی یا رای واحد غیر قابل انتقال به سیستم مختلط. این کار دومش که باید صورت بگیره، نه زمان کار داره، نه منابع کار داره، نه پول کار، اصلا نیاز نداره، فقط تغییر خیلی راحت میشه. سه، تهیه لیست رای دهندگان و تعیین رای دهنده به محلات مشخص. سه، تصمیم گرفته شد، سه مورد اصلاح شد، روش کار شد، ما اینه میتونیم بالاتر از 50% شفافیت انتخابات تضمین کنیم. در کنار از اینکه بودهای دیگه هم وجود داره مثل بود امنیتی گپا که ما مطمئن هستم سرش کار صورت میگیره. پس اگر اراده وجود داره، چرا ما با این زده بندها مواجه میشیم؟ چرا ما این پروسه رو طولانی میسازیم؟ چرا ما بالاخره جزء از اجندای سیاسی خود میسازیم؟ بله. سه مورد سرش کار شد و بعدا بریم به طرف انتخابات پارلمان. خب با این وجود ما ادامه کار مجلس در صورت تاخیر که حتمی است، مسلم هم است، غیر قانونی داریم دیگه. یک مورد است که در قانون اساسی گفته شده که حتما دوستم از پارلمان هستن که تا زمانی که نتیجه اعلان نشه، یک دفاعی وجود داره که بعضی از وکلای محترم به این مورد صحبت میکنن، نتیجه اعلان بعد اعلان نتیجه انتخابات باز اینا میتونن مثلا کسی دیگه به جایشون بیاد که انتخاب میشن و اینا، یعنی تاخیر توجیه داره، تاخیر ادامه کار توجیه نداره، هر کدام تعبیر میکنه، ولی از دید ما این مشروعیت نداره. باید رئیس جمهور، حکومت وحدت ملی، رئیس اجرایی اینا در این مورد تصمیم اتخاذ کنن. یک نوع مشروعیت برای زیب تن راههای حقوقی وجود داره، اما با این وضعیت من نگرانی ما از این است که ساختارهایی که ما در دست سرش کار کردیم مورد دست ندیم. سپاس گزارم آقای منصف. خب این که ما اگر ادامه کار مجلس نمایندگان داشته باشیم، چیزی که مسلم هم هست، ما نمیتونیم تا وقتی انتخابات داشته باشیم. پیامداش آقای ایوب زاده گفتن که خب دلسردی جامعه جهانی که مشروعیت حکومت مشروعیت نمیداشته باشه و چیزای دیگه اشاره کردن. راه حلاش هم گفتن که حداقل از این مشکلات کم میکنه. خب و آخر هم اشاره کردن که دفاعی وجود داره تا ای که گویا در قانون آمده باشه که تا انتخابات اعلام نشده نتیجهش. خب چنین چیزی وجود داره؟ این توجیه میشه ادامه کار مجلس نمایندگان؟ خب پرسشی که از آقای ابزاده شد، مگر ما نداشته باشیم انتخابات و کار مجلس نمایندگان ادامه پیدا بکنه خلاف دستور قانون اساسی، خب پیامداش چی است از نظر شما؟ ببینید حرفایی را که جناب ابزاده صاحب شغل کردن حرفای خیلی خوب، اگر یا عملی شون خوب افغانستان از همه مشکلات بیرون میشه، ولی موضوع مادری است که فعلا عملی نمیشه. من بالای انتخابات مجلس محترم بولیسی جرگه وقتش معین است که در قانون اساسی آمده است، تا زمانی که
یعنی اعضای جدید میان شروع میکنن به کار، او این معنایشی داره که یعنی اعضای سابقه بعد از اینکه اعضای جدید میان به کار در موقع معینش، این خو وقتش معین است که در فلان وقت باید انتخابات شود و کاری از اینا مشخص است. یعنی در اول سرطان ختم شود. ببینید مجلس محترم ولسی جریگا 5 سال وقت نداره، او 4 سال و 3 ماه وقت دارد. 4 سال و 3 ماه که وقتش پوره شد که در قانون اساسی آمده است که تا شروع مجلس جدید ایمان است که در وقت معین انتخاباتی ازی شود و در وقت معین اونها در کار آغاز میکنن، ولی از 4 سال و 3 ماه وقت دیگه نداره که این توجیهاتی که میکنن یک تا دو سال، این توجیهات ضعیف است و این نقض قانون اساسی است. این فقط من حیث یک مجلس بگوییم که مجلس مشوره دهنده بگوییمش، باز بودجه ازی چه قسم میشه، باز مشروعیت قانون نداره، فیصلهاش که اصلا هیچ حکم قانون نداره، وقتی که اون نتانه باز بالای کارا تصمیم بگیره مشروع جرگم باز اهمیت خود از دست میده. ادامهش فلسفه وجودی چی از دیگه اصلا هیچ وجودی ازی ضرور نمی باشه، به خاطر اینکه اون نتانه که قوانین پاس کنه، طرح قوانین تصویب کنه، خیر ولی مشروع جرگه چی خواهد کرد؟ صرف نقصی که به مشروع جرگه در اینجا باقی میمونه نقش نظارتی میمونه، دیگر اینا هم کاری کردن نمیتونن، بالای قوانین اینا کار کردن نمیتونن، بالای مصوبات که ایجاب تصویب هر دو مجلس میکنه کار کردن نمیتونن. این بسیار مشکلات به بار میارد، دولت بسیار با مشکلات مواجه میکنه، در صورتی که یک دولت قوای مقننه‌اش به این حالت باشه دچار مشکلات باشه، طبعا این دولت دیگه خب بس به طرف ضعف رفته میره و حرکت میکنه. مهم در ارتباط به ازی که حال تعداد دو سا تاکید به می دارن که همین کمیسیون انتخاباتی اصلاح شود، همین کمیسیون انتخاباتی همین کمیشنرهایی که هستن اینها برن در جای مثال در جای احمد محمود میه، با او کی است؟ اگر هدف سر همین چند نفر کمیشنری که از اینا تقلب کرده اینا تخلف کرده اینا کارهای خلاف کرده این خو دلایل ارائه شوه از طریق سارنولی اینا برن به محاکمه، اگر دلایل و شواهد علی اینها ندارن، تعدیل از اینها، تعویض از اینها چه معنا داره، چه مفهوم داره؟ هیچ مفهومی نداره. باید آل فعلا سری از اینها کدام کاری نکنن و ای که میگن قانون تشکیل صلاحیت های کمیسیون انتخابات اصلاح شود، قانون انتخابات اصلاح شود، او هر وقت میشه اصلاح شود، او یک مشوره بسیار عمیق ضرورت دارد، او که باید خود کمیسیون انتخابات در او دخیل باشد، نهادهای جامعه جهانی در او کس دخیل باشد، جامعه مدنی در او دخیل باشد، سایر ارگانهای مشوره دهنده که با شورای ملی همکاری دارند در عرصه قانونگذاری، او یک وقت بسیار وسیع کار دارد. ما یک وقت خواستیم که در این قسمت با مجلس محترم ولسی جریا صحبتی داشته باشیم که هم در قانون انتخابات هم در قانون تشکیل و صلاحیت انتخابات یک سلسله تعدیلات بیاد. البته ایتون نیست که موضوعاتی که در اونها تصویب شده است اونها خلاف باشن یا به نفع جامعه نباشه، یعنی به خاطر اصلاحات بیشتر، به خاطر خوب شدن کارا در اونها تعدیلات، بله فعلا هیچ نیازی نیست، ضرورت نیست، ولی تاکید یک تعداد دوستا درمی است که همه کمیشنرایی که فعلا هستن اینا برطرف شون. خب برطرف شون، برطرفشون از چه لحاظ؟ قانونی ایجاب میکند که باید دلایل موجود باشد، یا محاکمه شون، دلایل محاکمه ایشون وجود داشته باشه، یا قانون تعدیل شود که وظایفی از اونها رو پایین بده، غیر از دیگه هیچ راهی ندارد. و این دلایلی که گفته میشه دلایل ضعیف و رکیک و غیر موجه است. خب با چنین چیزی مواجه هستیم، چیزی شما نگرانش هستید، ادامه کار مجلس نمایندگان خلاف دستور قانون اساسی پس از سوال سرطان. خب گفتین که ضروری نیست که قانون تصویب نمیتونه، صرف نقش نظارتی داره. بله بله. و صرف مشران و جرگه حکومت ضعیف میشه. بله. دو بخشین، صرف مشران و جرگه نقش نظارتی داشته میباشه، نداره دقیقا. ولسی جرگه اصلا صلاحیتش خلاص میشه، ختم میشه، اونا ماشیرم که میگیرن غیر قانونی است، وجودشان در اونجا من حیث بزرگای کشور بگویم، من حیث مویسفیدای کشور اونجا اگر باشن و اون ماشی از اونا هم از لحاظ قانون باز مشکل دار. آقای منصف، خب چون این چیزی پیش آمده، چون این چیزی پیش آمده، فکر نکنم در این فاصله کوتاه حل شود. خب رای حلش چی است؟ چی کار شود تا از این مشکلات که اشاره شد کم شود؟ رای حلش خب این مجلس امی اگر امی تو پرسون بکنم که وقتا قرار باشه ادامه کارش نمادین باشه چی کار شود؟ من حل شود؟ مجلس نمایندگان از لحاظ قانون خود به خود منحل است. وقتی که یک مامور بگویم مامور دولتی در بخش دولت میمونه، اونا خب مامور نیستن اعضای ولسی جرگه، گرچه مامور مردم هستن. یک وظیفه دار دولت بگویم وظیفه اش مشخص است، وقتی که وظیفه اش از لحاظ قانون به پایان رسید، خیر وجودی در آنجا چه فایده دارد؟ مجلس محترم ولسی جرگه همچون ما در مشران و جرگه هم به این مشکل برخوردیم، دو سال اونجا غیر قانونی کار کردن. این تنها مشکل در ولسی جرگه نیست،
در مشران و جرگه هم کسی که اعضای شورای ولسوالی بود دو سال غیر قانونی. خب چی کار شوه که از مشکلات کم شوه؟ فعلا تصمیمی جدی گرفته شده، مثل که ایوبزاده صاحب اشاره کرد، حالا هم وقت داریم شروع شوه کار. چرا انتخابات چی مشکل داره؟ با جامعه جهانی تفاهم شوه، اونها میدونن جامعه جهانی که در افغانستان چی مشکلات است، و اگر جامعه جهانی همکاری صادقانه بکنه، ما اگر انتخاباتی که بخوایم قسمی که جناب ایوبزاده صاحب اشاره کرد و خواستیم مشروع مردم افغانستان 100% رو تامین کرده نمیتونیم، و از این که هیچ انتخابات داشته نباشیم، 50% 60% انتخابات درست هم داشته باشیم، باز هم درست است که ما به طرف یک نظام مشروع میریم، ولی از این که هیچ داشته نباشیم، به همین حالت باشیم، اینو کشور دیگه هم به طرف مشکلات میبرد. سپاسگزار آقای ایوب زاده. خب ادامه کار مجلس نمایندگان نمادین است، صلاحیت نظارتی نداره، قانون تصویب نمیتونه، خب لازم نیست که کارش ادامه پیدا بکنه، مطمئن حل شوه، چون این چیز درست است. و ای که خب کسایی که تخطی کردن در کمیسیون ها بودن و ای که سریا میگن تاکید دارن که برطرف شون مفهوم نداره و باید محاکمه شون. بین چند مورد بهش اشاره کنیم. یکی این که هر زمانی که انتخابات برگزار شده مطابق قانون برگزار نشده، 1، 2، 3، 4 الی 6 ماه بعدش برگزار شده، اگر شما به یاد داشته باشید از انتخابات 2010 شروع نو بالاخره می قسم تا 2014 یک طرف قضیه که ما اکثر وقت مطابق قانون نکردیم انتخابات برگزار، با تاخیر هم میشه مواجه بود، یا 2 ماه یا 6 ماه بالاخره دیاد 1 ماه. این بارم مسئله دوم ما میخوایم باش اشاره کنیم. اگه قرار باشه بحث حقوقی جه کنیم، ما چند مشکل داریم. اعضای شورای رسولی در پولیس در مشران جرگر نیستن که باید میبود، چون انتخابات برگزار نکرده، یک مشکل قانونی. خود حکومت فراق قانونی است، این بر اساس کدام ماده قانون اساسی حکومت شکل گرفته؟ این مشکل دوم است. مشکل سوم خود امی پارلمان ولسی جرگه، این در کدام جای قانون سرش صحبت کرده که بتانن کار خود ادامه بدن، یعنی مدتی که تعیین شده اینا بتانن کار کنن. بس حقوقی قضیه بسیار مشکل داره. اگر ما به مسائل حقوقی بپردازیم شاید به یک نتیجه امروز نرسیم. حالا بس حقوقی از پیش ما رفته، بس این که افراد اینجا مطرح نیست، فرق نمیکنه احمد محمود هر کی که درک داره قرار بگیره، ولی میکانیسم ها طوری باشه که او افراد وادار بسازه که بتونن بهتر کار کنن. ما هر روزی که سفری میکنیم، برای انتخاباتی که برگزار میکنیم، یک سلسله درسایی است که میآموزیم و نیاز است که از او درس‌ها استفاده کنیم. مگر دغدغه از او که ما با درس‌هایی که یک بار آموختیم ادامه بدیم، در کشوری مثل افغانستان که یک دهم میشه دموکراسی تجربه میکنیم، ما فکر میکنیم اشتباه است. هیچ بحث افراد در اصلاحات بیشتر مطرح نیست، ولی وقتی که ما اصلاحات میاریم ممکن بعضی وقتا افرادم تحت پوشش خود قرار بده. قانون تشکیلات و صلاحیت ها مواردی است که باید بهش اشاره شه. و چرا ما میخواهیم اصلاح شه؟ یکی از موارد خود پاسخگو قرار دادن کمیشترها در کمیسیون انتخاباتی، اینا با کی پاسخگو قرار بده؟ اگر قرار باشه مشکل ایجاد کنن اینا، مثلا خب آقای منصف میگه پیش از اینکه تاکید شه که قانون تعدیل شه، باید کسایی که اینا چگونه همین بحث هستن یا محاکمه شه؟ اجازه بدین، بحث تقلب در قانون وضعیتش بسیار روشن نیست. ها یک جرم است و حتما آقای منصف در جریان هستن، اینو باید سرنوشتش روشن شه یا نشه. بس پاسخگو قرار دادن کمیشنر صاحب یا اعضای رهبری در دو کمیسیون وضعیتش مشخص شده نشه. بس انتخاب از اینا اکسس تغییرات بیانه به یک حداقل اینا پاسخگو قرار بگیرن، یعنی از نقطه نظر واپستگی ما بتونیم در امان باشیم و اینا بتونن مستقلانه کار خود پیش ببرن. و سه اصل مهمی که در اداره نهادهای انتخاباتی هست، بی‌طرفی، مسلکی بودن و استقلالیت. این سه اصل است. اگه سه اصل در نهادهای مدیریت کننده مراعات نشه، بدون شک پروسه با چالش مواجه میشه. یکی که طبیعتاً ما نیاز داریم اصلاحات بیاریم، یکی که انتخابات 93 برای ما درس داد که اگر ما اصلاحات نبیاریم، برگزاری انتخابات بسیار مشکل خواهد بود. از یک طرف مسئله صلح و امنیت، اینا شما می‌بینید در کشور مسئله امنیتی در کجا رسیده، بس تصمیم گیری ها چقدر پیچیده شده در حکومت. مسئله بی‌طرفی یک بس دیگه است که بسیار مشکل شده که افراد بی‌طرف واقعا ما بتونیم شناسایی کنیم در پروسه. یعنی ما بخوایم نخوایم، ای که زمان برای ما اجازه میتن نمیتن، ای که یک داد میخواین نمیخواین، ما اصلاحات میریم، ولی اصلاحات به این معنی که تعبیرش سر افراد داشته باشیم. درست است که تعبیر مردم همی است که اصلاحات یعنی افراد تغییر کنن،
ولی تعبیر نهادهای تخنیکی مثل نهادهای ما و افرادی که در پارلمان کارن ساختار و چارچوب و خیلی از مسائل دیگه است که میتونه مثلا یک مثال کوچک براتون بگم. مقررات باید در کمیسیون تغییر کنن، خصوصا در بخش بر کاندیدا، در بحث مسائل مالی، درآمدی که اینا دارن، اینا چیزی هست، چگونه پول با مصرف میرسنن. هیچ مکانیزم دقیق وجود نداره که واقعا بفهمه که کاندید چه مقدار پول مصرف میکنه، یا بالاتر از مقداری که تعیین شده یا کمتر از او. این مکانیزم و همین روش و این مقرره کجاست نمیتونه پاسخگو باشه. بحث کد آف کاندکت یا اصول رفتار برای کاندیدا باید تغییر کنه که بیشتر مسئول قرار بده کاندیدا. خیلی از نقاط کوچک دیگه است که باید تغییر کنه، ولی آغازش از قوانین میشه که ما بتونیم به مقصد برسیم. سپاسگزار. ادامه برنامه پس از این وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید آقای منصف. برای که خب چیز از این مشکلات کم شود، سه تا مورد که آقای عبدالله اشاره کردن باید او معلوم شود. یکی تعدیل قانون تشکیل وظایف سیستم رای دهی باید اصلاح شود و مشخص شود و تهیه لیست رای دهندگان. خب این هم 50% یک انتخابات سالم تضمین میکنه. 50% برای برگزاری انتخابات کافی است برای که ما یک انتخابات ببینید. من قبلا هم اشاره کردم، جناب عبدالله صاحب خب موضوعات خوب اشاره کردن. در قسمت تعدیل هر دو قانون، زمانی که اول سی جرگه ما داشته نباشیم، توسط چی او تعدیل شد؟ ما این موضوعات پیشتر اشاره کردیم که مشران و جرگه هم به مشکل مواجه میشه. خب روی قانون تشکیل سمایت ها مجلس نمایندگان کار نکردم اگر چند پیش؟ چند روز کار کردن، بالایش کار کردن، ولی متوقف شد پروسه، نتوانست که از مجلس عمومی رای بگیره. و در کمیسیون هم که البته رفته بود در کمیسیون های مختلط و در کمیسیون های مشترک خود مجلس محترم ولسی جرگه داشت، اونا نتوانستن این کار را به اتمام برسانند. مهم در ارتباط که جناب عبدالله صاحب اشاره کرد، تهیه لیست رای دهندگانی در قانون انتخابات ذکر است، منتهی دولت نتوانست که در این چندین انتخابات ایره تطبیقش کند. ما از امو کمیشنر صاحبای را که چند بار دعوت کردیم در کمیسیون ها و همچنان در مجلس عمومی، اونها یگانه چیزی را که برای ما استدلال کردن در ارتباط که چرا نتونستن در محلات می تهیه لیست بکنن، اونها اینطور گفتن که پیش ما آمار دقیق نبوده است. البته استدلال از اونها بوده، ولی استدلال از اونها غیر موجه است. در حالی که زمانی که کمیسیون انتخابات کارت ها را توزیع میکنه، حوزه‌اش مشخص میباشه که در یک حوزه مشخص به تعداد امور رای دهندگانی که هستن اونا مشخص می باشه. باید لستش در اونجا قبل از روز انتخابات لستش در اونجا نصب شوه و معلوم می شود که در این حوزه رای دهی از این تعدادی که موجود بوده چه تعداد رای داده است و چه تعداد باقی است. و واقعا که این در شفافیت انتخابات خیلی ها کمک میکنه. نهید قانون انتخابات آمده. قانون انتخابات است، واضح است، این مشکل نداره. و موضوعات دیگری را که جناب عبدالله با اشاره کرد، موضوع تقلب گفت که در قانون انتخابات دو چیز نشده است که آیا جرم هست یا نیست. ببینید قانون انتخابات موضوعاتی را ای بحث کرده است که او موضوعات در دیگه قوانین کشور ما نبوده است. این موضوع جعل و تزویر و گپا خود قانون جزا هست. خود این تقلب خود از این جعل است. و بعد یک ماده از قانون انتخابات هست که در اخیر از او تذکر رفته است، موضوعات جرمی بازو میره به ارگانهای عدلی و قضایی. این صلاحیت دارد. ما احترام کاملی که به جناب عبدالله صاحب دارم، حرفای بسیار عالمانه گفتن. ما فکر میکنم برای فعلا که سر انتخابات کار شوه و جامعه جهانی هم قناعت داده شوه از اینکه با این مشکلات ما مواجه نشویم، انتخابات صورت بگیره و بعد از او بالای امور شیوه انتخابات که چه قسم انتخابات صورت بگیره، بالای قانونی از این ما هم ملاحظات داره. خب اما بعد از اون سری از اون کار شد، ولی برای فعلا مشکل نداره. اما انتخابات بدون اصلاحات که باز تقلب زاست. ببینی نه اصلاحات چی؟ اصلاحات برای فعلا هست، مشکل حل میشه از لحاظ هر دو قانون. و چیزی که ما در نظر داریم که آن انتخابات بسیار شفاف و شفاف داشته باشیم، کاملا انتخابات خب اگر اصلاح نمیتونیم دفعتن آورده، اون دفعتن آورده نمیتونیم. فعلا که بیشتر بحثا است که بحثای انتخابات اصلاحات به کلش اصلاحات سر هر دو کمیسیون است که هر دو رهبر بزرگوار میخواهند که بیشتر دیجی نفوذ داشته باشن و امو افراد خود داشته باشن. دیگه کدام گپی نیست. فعلا همین موضوعات محوری شمیسته. خب انتخاباتی که توقع بره سالم باشه و چیز دور است و خوب است که انتخابات پیش از اصلاحات برگزار شود و قانون تشکیل وظایف صلاحیت ها هم تعدیلش
در صورتی که کار مجلس خاتمه ختم شود اگر از کجا تعدیل شود؟ اولا اینکه بدون برگزاری انتخابات ما بدیل دیگه نداریم، بخوایم نخوایم، اینکه خواست کس هست در حکومت یا بیرون از حکومت یا نیست، ولی انتخابات برگزار میشه. اما سوالی است که چگونه باید برگزار شود؟ دلیلی که ما صحبت میکنیم میخوایم بشه یا بکنیم ما میگیم که چگونه برگزار شود که بهتر باشه، یک طرف. طرف دومی، هیچ انتخاباتی در هیچ نقطه از دنیا 100% شفاف نمیباشه. این هیچ انتخاباتی نبوده حتی در کشورهای خب مواردی که شما اشاره کردین، ما 50% ببین انتخابات سالم تضمین میکنه، بقیه چی شد؟ بقیه برمیگرده به امنیت، بقیه برمیگرده به نظارت خوب، بقیه برمیگرده به اینکه مردم چگونه اشتراک میکنن. اینی که یارا نداریم دیگه در حقیقت. خب تا جایی داریم، تا جایی هم نداریم، اما برمیگرده تا برگزاری انتخابات در چه وضعیتی ما قرار میگیریم. ولی یک نکته را میخوام اشاره کنم که ما تشویش از این ندارم که انتخابات برگزار نمیشه. تشویش از این دارم که بدتر از انتخابات 93 برگزار خواهد شد. یعنی بدون اصلاحاتی که بدون اصلاحات دست کم لازم است سیاسی برخورد کردن، بدون اصلاحات، مسئله امنیتی در کشور شما میبینین و مسئله بودجه و بخش نظارت بهتر و مسلکی که باید صورت بگیره. این اگه با این وضعیت ادامه بدیم، با اینکه مثبت هستم، این اگه انتخابات بدتر از انتخابات 93 خواهد بود، این نگرانی ما است. من نگران نیستم که انتخابات نیست، بدون انتخابات دیگه بدیلی نداریم ما. حالا 10 سال سرمایه گذاری شده در افغانستان و این بجاست انتخاباتی که دو تقلب باشه، چیزی که آقای مثال میشه انتخاباتی که تقلب باشه. ببین انتخابات در کجا با مقصد میرسه؟ زمانی که نتیجهش مورد پذیرش قرار بگیره. بله. و آرای مردم در اون نتیجه تمثیل شه. این اینجاست منطق انتخابات که میتونه جایگاه خود حفظ کنه. خب اگه لطفاً کوتاه اشاره بکنین. بعضیا میگن که هرچی تعدیل قانون داشته باشیم، اما تذکره های برقی الکترونیکی اگه توزیع نشه، به صورت ما مانع تقلب شده نمیتونیم. بیان این بیشتر از تعدیل قوانین ارجحیت داره. اما ما هیچ خبری از کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی نداریم. یه یک مشکل کلان بس است که ما طرح سیومی که بهش در قانون از دقیق است، ما موافق هستم به ایشان. وایی که قانون چرا تطبیق نشده، من متاسفم به اینکه پارلمان چرا اجازه داده که قانون تطبیق نشه. یک مرجع قانونگذار است و میتونست پرسان کنه که در چند انتخاباتی که بیشتر از 6 انتخابات ما داشتیم، چرا همون ماده قانون تطبیق نشده. گفته شده که لستیه شده و رای دهنده بر محل مشخص شد. چرا این ماده تطبیق نشده؟ چرا کمیسیون مورد بازخواست قرار نگرفته؟ همینجاست که ما نیاز به تعدیل داریم که کمیسیون پاسخگو قرار بگیره. بس لیست رای دهندگان چند رای وجود داره؟ از دیتابیس فعلی که داره، اگر اراده وجود داشته باشه میشه لیست تهیه شد. هیچ که نشه طرح دومی از این تذکرهای ورقی که ما داریم بهتر از این کارت هست میشه استفاده کرد، لیست تهیه شد. ما میتونیم برای بار دیگه کارت جدید با کیفیت توزیع کنیم برای تهیه لیست رای دهندگان. بحث تذکره الکترونیکی یک بحث پیچیده و سیاسی شده متاسفانه که شاید بر اساس محاسبه ما 3 سال وقت بگیره تا اینکه با تمام شهروندان تذکره توزیع شود. ولی مهمی است که ما حداقل اگر امروز شروع کنیم تا رسیدن به انتخابات میتونیم 5-6 ولایت تحت پوشش قرار بدیم و یک آغاز خیلی خوب برای تهیه لیست رای دهندگان در انتخابات افغانستان باشه. ما در یک انتخابات به تمام موفقیت ها نمیرسیم. مهم است که آغاز خوب داشته باشیم برای بهتر شدن پروسه. سپاسگزار از آقایان نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و آقای مولوی محی الدین منصف عضو مجلس سنا. سپاسگزار از شما. و سپاس از شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.